کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می‌کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. همه مردان شاه، نوشته استفان کینزر، خبرنگار سابق نیویورک تایمز. کتاب همه مردان شاه گزارشی است مبسوط از کودتای 28 مرداد مقارن با اوت 1953 که حوادث منجر به کودتا را به طور دقیق و ساعت به ساعت گزارش کرده است. همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ. فصل اول. شب بخیر آقای روزولت. بخش اول. در نیمه شب 15 آگوست 1953، وقتی که کاروان غیرعادی در دل تاریکی پیش می رفت، بیشتر مردم تهران در خواب بودند. پیشاپیش کاروان خودروی زرهی با نشان نظامی و به دنبال آن دو جیپ و چند کامیون ارتشی پر از سرباز در حرکت بود. روز استثنان داغ بود، اما فرارسیدن شب آرامشی به همراه آورده بود. هلال ماه می درخشید. شب زیبایی برای سرنگونی یک دولت بود. سرهنگ نصیری، فرمانده گارد سلطنتی، با خاطری آسوده در خودروی زرهی نشسته بود و برای این آسودگی خاطر دلیلی داشت. حکمی از شاه ایران مبنی بر عزل نخست وزیر محمد مصدق در جیب داشت و در راه بود تا حکم را به مصدق ارائه دهد و در صورت مقاومت او را دستگیر کند. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، طراحان کودتا، تصور می‌کردند که ممکن است مصدق بلافاصله ارتش را برای حمایت از خود احضار کند. از این رو ترتیبی داده شده بود تا به هنگام تماس مصدق با ارتش کسی در آن سوی خط نباشد. سرهنگ نصیری میبایست ابتدا مقابل خانه رئیس ستاد ارتش توقف و او را دستگیر کند و سپس برای تسلیم حکم سرنوشت ساز راهی شود. سرهنگ همان کاری را کرد که به او گفته شده بود، اما وقتی به منزل رئیس ستاد ارتش رسید با وضعی غیر عادی روبرو شد. با اینکه نزدیک نیمه شب بود، رئیس ستاد ارتش تیمسار ریاهی در خانه نبود. هیچ کس دیگر هم، حتی یک مستقبل یا نگهبان سرهنگ نصیری باید متوجه میشد که مشکلی پیش آمده است، اما او نشد. او به سادگی به خودروی زرهی بازگشت و به راننده دستور داد تا به سوی هدف اصلی، منزل نخست وزیر محمد مصدق براند. نصیری آمال دو سرویس اطلاعاتی نخبه را نیز با خود می برد. سرهنگ نصیری آن اندازه احمق نبود تا با مسئولیت خود به چنین مأموریت جسورانه‌ای دست بزند. مشروعیت حکمی که به همراه داشت مورد تردید بود، زیرا در ایران دموکراتیک نخست وزیر منحصراً با اجازه مجلس نصب و عزل می شد. اما این مأموریت شبانه فاصله ماها برنامه ریزی سازمان های اطلاعاتی جاسوسی سیا و سرویس اطلاعاتی مخفی انگلیس بود. کودتا به دستور رئیس جمهور دولت آیزنهاور
و نخست وزیر چرچیل صورت می‌گرفت. در 1953 ایالات متحده آمریکا هنوز در ایران تازه وارد بود. بیشتر ایرانیان آمریکایی‌ها را دوست خود و حامیان دموکراسی آسیب پذیر می‌دانستند که استقرار آن نیم قرن به طول انجامیده بود. دیو متجاوز استعمارگری که آنها را استثمار می‌کرد انگلستان بود، نه آمریکا. از آغاز سالهای اولیه قرن بیستم، همان زمانی که بیشتر ایرانیان در فقر را سر می‌بردند، یک شرکت انگلیسی که مالک عمده آن دولت انگلیس بود، حق انحصاری بسیار سودآوری در زمینه استخراج و فروش نفت ایران داشت. ثروتی که از زیر خاک ایران جاری می‌شد، نقش تعیین کننده‌ای در حفظ بریتانیا به عنوان قدرت جهانی داشت. این بی‌عدالتی ایرانیان را به سختی فرسود. سرانجام در 1951 به مصدق روی آوردند که بیش از هر رهبر سیاسی دیگر خشمشان را علیه شرکت نفت انگلیس ایران وحدت بخشید و قول داد شرکت را از ایران اخراج، ذخایر عظیم نفتی کشور را احیا و ایران را از سلطه قدرت‌های بیگانه آزاد کند. نخست وزیر مصدق با شوری خالصانه به عهد خود وفا کرد. برای دلگرمی شادی بخش مردم خود، شرکت نفت انگلیس ایران سودآورترین تجارت انگلیسی ها در جهان را ملی کرد. پس از آن ایرانیان کنترل پالایشگاه عظیم آبادان را در خلیج فارس به دست آوردند. این کار ایران را در شوری میهن پرستانه قوطه‌ور و مصدق را قهرمان ملی کرد. اما در این حال انگلیسی ها را برآشفت. آنان خشمگینانه مصدق را به دزدی دارایی خود متهم کردند. اطلاع از دادگستری بین‌المللی و سازمان ملل متحد درخواست مجازات مصدق را نمودند. سپس کشتی جنگی به خلیج فارس اعزام و در نهایت تحریم خرد کننده‌ای بر ایران تحمیل کردند که اقتصاد آن را نابود ساخت. به رغم این اقدامات، بیشتر ایرانیان از شجاعت مصدق به هیجان آمده و به رهبران ضد استعماری در سراسر آسیا و آفریقا تبدیل شده بودند. با اقدامات انگلستان، مصدق کاملا درمانده شد. روزنامه اروپایی نوشت که مصدق ترجیح می‌دهد در نفت ایران بسوزد تا اینکه کوچکترین امتیازی به انگلستان بدهد. انگلیسی ها برای بازسازی مناطق نفتی و پالایشگاه ابتدا قصد تهاجم نظامی داشتند، اما پس از اینکه رئیس جمهور هری ترومن از حمایت آنها امتناع کرد، از این قصد منصرف شدند. فقط دو راه دیگر باقی میماند: ابقای مصدق در قدرت یا کودتا برای براندازی او. برای نخست وزیر چرچیل این ثمره مغرور سنت امپراتوری، تصمیم گیری در خصوص کودتا دشوار نبود. عوامل انگلیسی پس از ملی شدن شرکت نفت، بیقرار و بی‌پروا برای حفظ منافع خود شروع به توطئه برای براندازی دولت مصدق کردند. مصدق از آن آگاه شد و در اکتبر 1953 سفارت انگلستان را تعطیل کرد. همه دیپلمات‌های انگلیسی در ایران، از جمله عواملی که تحت پوشش دیپلماتیک مخفیانه فعالیت می‌کردند، مجبور به خروج از ایران شدند و کسی نمانده بود تا کودتا را به مرحله اجرا بگذارد. انگلیسی ها بلافاصله از رئیس جمهور ترومن کمک خواستند. ترومن اما که ذاتاً با جنبش های ملی گرایانه از آن نوع که مصدق رهبری آن را بر عهده داشت همدل و هم موافق بود، جز تحقیر روش امپریالیست ها از آن نوع که شرکت نفت انگلیس ایران را اداره می کردند کاری نکرد. علاوه بر آن سیا تا کنون اقدام به سرنگونی حکومت نکرده بود و ترومن نمی خواست در این کار پیش قدم باشد. در نوامبر 1952 پس از انتخاب دوایت آیزنهاور به مقام ریاست جمهوری، آمریکا اساساً تغییر موضع داد و متقاعد به انجام کودتا شد. در روزهای انتخابات، جاسوس ارشد سرویس اطلاعاتی انگلیس، کریستوفر مونتاگ وودهاوس، برای ملاقات با اعضای رده بالای سیا و مقامات وزارت امور خارجه به واشنگتن آمد. وودهاوس تصمیم داشت به طریقی غیر از روش معمول انگلیسی‌ها مذاکره کند. این استدلال که مصدق باید برود چون دارایی انگلستان را ملی کرده است، احساسات چندانی در واشنگتن برنیانگیخته بود. وودهاوس میدانست چه باید بکند. وودهاوس بعدا نوشت: نمیخواستم متهم شوم که برای بیرون کشیدن چوب بلوط انگلستان از درون آتش از آمریکا استفاده میکنم. تصمیم گرفتم بیشتر بر خطر کمونیسم در ایران تاکید کنم. تا نیاز به بازپسگیری قدرت در صنعت نفت. این درخواست حساب شده برای تحییج دو برادری بود که میبایست بعد از شروع رسمی کار آیزنهاور در مقام ریاست جمهوری اداره سیاست خارجی کشور را بر عهده بگیرند. جان فاستر دالس وزیر خارجه آتی و آلن دالس رئیس آینده سیا که از طرفداران جدی جنگ سرد بودند. آنها جهان را عرصه جنگ عقیدتی میدانستند و هر تعارض و اختلاف منطقه‌ای را از پس منشور تقابل بزرگ شرق و غرب میدیدند. در نظر آنان هر کشوری که به طور قطعی متحد ایالات متحده نبود دشمن بالقوه آن بود. آنها به ویژه ایران را خطرناک می دانستند.
ایران ثروت نفتی فوق‌العاده، مرزی طولانی با اتحاد جماهیر شوروی، حزب کمونیستی فعال و نخست‌وزیر ملی‌گرا داشت. به اعتقاد برادران دالس، خطر سقوط ایران به دامان کمونیسم جدی بود. دورنمایی از چین دوم آنها را وحشت زده کرده بود. وقتی انگلیسی‌ها پیشنهاد خود را برای سرنگونی مصدق و به روی کار آوردن نخست‌وزیری قابل اعتماد و طرفدار غرب ارائه دادند، برادران دالس بی‌درنگ موافقت کردند. به محض اینکه در 20 ژانویه 1953 رئیس جمهور آیزنهاور رسما آغاز به کار کرد، جان فاستر دالس و آلن دالس آمادگی خود را برای سرنگونی دولت مستبد و حتایان انگلیسیشان اعلام کردند. نام رمزی کودتای آنان میبایست عملیات آجاکس یا به زبان نامفهوم سیاه تی پی ایجکس باشد. کرمیت روزولت، افسر سیاه با پشتوانه تجربه قابل توجه در خاورمیانه و نوه رئیس جمهور تئودور روزولت، برای سرپرستی عملیات انتخاب شد. کرمیت روزولت مانند دیگر اعضای خانوادهش میل وافری به رهبری عملیات داشت و به قاطع بودن در بحرانها معروف بود. او 37 ساله رئیس بخش آسیا و خاوری نزدیک سیا و استاد مسلم فعالیت مخفیانه بود. جاسوس شوروی کیم فیلبی او را نمونه یک آمریکایی کامل توصیف کرده بود. با صدای گرم اهالی شرق آمریکا، دارای روابط اجتماعی خدشه‌ناپذیر، بیشتر از آن که روشنفکر باشد تحصیل کرده و هم به عنوان میهمان و هم به عنوان میزبان دلپذیر و فروتن بود. او همسری استثنایی و در حقیقت آخرین نفری بود که میشد تصور کرد تا گردن در حیله های کثیف فرو رفته است. آن روزها ماموران سیاه در نوعی آرمانگرایی کامل به سر می‌بردند. آنها اعتقاد راسخ داشتند که کاری بسیار حیاتی برای آزادی انجام می‌دهند. بیشتر آنان آمیزه از بهترین صفات اندیشمندی و ماجراجویی بودند و هیچ یک کاملتر از کرمیت روزولت مظهر این آمیزه نبود. وی در ابتدای جولای با نادیده گرفتن دستور پزشکان سیاه برای عمل جراحی فوری کلیه با هواپیما برای انجام ماموریت محرمانه خود پرواز کرد. در بیروت فرود آمد و از آنجا با اتومبیل از طریق بیابان‌های سوریه و عراق به راه خود به سوی تهران ادامه داد. وقتی وارد منطقه مرزی ایران شد، به سختی میتوانست هیجان خود را مهار کند. آنچه را که پدرم درباره ورود به آفریقا به همراه پدرش تئودور روزولت در 1909 نوشته بود به خاطر آوردم. ماجراجویی بزرگی بود، گویی همه جهان بکر دست نخورده بود. احساسم میبایست همانی باشد که پدرم در آن زمان داشت. اعصابم تحریک شده بود و وقتی از جاده کوهستانی بالا میرفتیم، نشاطم اوج گرفت. در 19 جولای 1953 وقتی آن اتفاق افتاد، در خانقین با مأمور گمرک مهاجرت نیمه بی سواد و احمدی برخورد کردیم که به طور عجیبی سست و بی حال بود. در آن روزها گذرنامه‌های آمریکا برخلاف امروز حاوی توصیف مختصری از چهره داننده آن بود. با تشویق و کمک من، مأمور به سختی اسمم را نوشت. آقای زخم روی سمت راست پیشانی. آن را به فال نیک گرفتند. روزولت در هفته اول اقامت در تهران از ویلایی که یکی از ماموران آمریکایی اجاره کرده بود عملیات را رهبری می‌کرد. چند دهه توطئه چینی انگلیسی‌ها در ایران به انضمام اقدامات اخیر سیاه زمینه بسیار مساعدی برای او فراهم کرده بود، از جمله اینکه چند جاسوس مجرب و بسیار خلاق ایرانی در اختیار داشت که سالها برای تشکیل یک شبکه زیرزمینی متشکل از سیاستمداران همفکر، عمرای ارتش، روحانیون، استحقاق دریافت هر سنت آن را داشتند. طی بهار و تابستان 1953 سردبیران روزنامه، سرکردگان باندهای تبهکار خیابانی کوشش کرده بودند سیاه ماهانه $10,000 به این جاسوسان می‌پرداخت و آنها نیز روزی نبود که حداقل یک روحانی حقوق بگیر، مفسر اخبار یا سیاستمدار از نخست وزیر مصدق انتقاد نکند. اما نخست وزیر که احترام زیادی برای آزادی مطبوعات قائل بود، از سرکوب این افراد امتناع می‌کرد. ماموران ایرانی که به ویلای روزولت رفت و آمد می‌کردند، او را تنها با نام مستعارش جیمز لاکریج می‌شناختند. مدتی بعد که احساس نزدیکی بیشتری با او کردند، بعضی از آنان بیشتر برای انبساط خاطر روزولت او را جیم صدا می‌زدند. تنها اوقاتی که نزدیک بود روزولت نقابش را از چهره بردارد، زمانهایی بود که در سفارت ترکیه و محوطه دانشگاه فرانسوی تنیس بازی می‌کرد. وقتی ضربه اشتباهی می‌زد، فریاد می‌کشید لعنت به تو روزولت. چند بار از او سوال شد چرا کسی که نامش لاکریج است به این اندازه به گفتن این عبارت عادت کرده است، و او جواب میداد جمهوری خواه پرحرارتی است و در نظر او فرانکلین دی روزولت آنقدر فاسد است که نام او به عنوان لعنت استفاده میکند. عملیات آجاکس که در آن مبارزه روانی شدیدی علیه نخست‌وزیر مصدق پیشبینی و تا آن وقت هم قسمتی از آن انجام شده بود، با اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه شاه مصدق را از نخست‌وزیری عزل کرده است شروع میشد.
اراذل و اوباش و واحدهایی از ارتش که رؤسای آنها حقوق بگیر سیاه بودند میبایست هر گونه کوشش مصدق را برای مقاومت خونسا کنند. سپس اعلام شود که شاه تیمسار فضل‌الله زاهدی افسر بازنشسته ارتش را به نخست‌وزیر منصوب کرده است. برای این کار به زاهدی بیش از 100 هزار دلار پرداخت شده بود. با شروع آگست تهران در تب و تاب بود. اراذل و اوباش که به دستور سیاه به تظاهرات ضد مصدقی دست می‌زدند به خیابان‌ها ریختند. با در دست داشتن عکس‌هایی از محمد رضا شاه شعارهایی در حمایت از سلطنت می‌دادند. ماموران دیوانه به نمایندگان مجلس و هر کس دیگری که می‌توانست در کودتا مفید باشد رشوه می‌پرداختند. حمله مطبوعات مصدق به حد خشونت رسید. نه تنها او را به داشتن گرایش‌های کمونیستی و چشم داشتن به سلطنت که به داشتن تبار یهودی و حتی همدلی مخفیانه با انگلیسی‌ها متهم می‌کردند. هرچند مصدق اطلاع نداشت اما اکثر این مطالب یا با الهام از سیا یا توسط تبلیغاتچی‌های سیا در واشنگتن نوشته می‌شد. ریچارد کاتم یکی از این افراد برآورد کرد که 80% روزنامه‌ها در تهران تحت نفوذ سیا بودند. کاتم بعدها به یاد آورد هر مقاله‌ای که باید می‌نوشتم تا چیزی مثل احساس قدرت را القا کند تقریبا بلافاصله روز بعد در مطبوعات ایران ظاهر می‌شد. آن مقالات برای معرفی مصدق به عنوان همدست کمونیست‌ها و یک متعصب طراحی شده بود. همچنان که توطئه گسترش می‌یافت روزولت با جدی‌ترین مانع محمد رضا شاه روبرو شد. پادشاه 32 ساله که دومین پادشاه از سلسله پهلوی بود مزدل و مردد بود و به شدت از اینکه وارد چنین توطئه جسورانه‌ای شود امتناع می‌کرد. دیپلماتی انگلیسی نوشت او از تصمیم گیری بیزار است و اطمینانی هم به تصمیمات گرفته شده ندارد. فاقد شجاعت اخلاقی است و به آسانی تسلیم ترس می شود. خصوصیات فردی بیشتر موجب تردید شاه می شد. مصدق به چهره بسیار محبوبی در تاریخ نوین ایران تبدیل شده بود و اگرچه اقدام بریتانیا برای براندازی او و اخلال در وضعیت اقتصادی کشور او را تضعیف کرده بود اما هنوز کاملا مورد تحسین و محبت مردم بود. حتی معلوم نبود که شاه حق برکناری او را داشته باشد. بنابراین توطئه میتوانست به آسانی نتیجه معکوس دهد و نه تنها جان شاه که سلطنت را به خطر بیاندازد. هیچ یک از اینها روزولت را نگران نکرد. او برای اجرای کودتا به احکام امضا شده شاه مبنی بر عزل مصدق و نسل تیمسار زاهدی به عنوان نخست وزیر نیاز داشت و هیچگاه تردید نکرد که سرانجام آنها را به دست خواهد آورد. مبارزه فهم و درایت او با شاه از ابتدا نابرابر بود. روزولت زرنگ و کارآزموده و دارای حمایت قدرت بین‌المللی بزرگی بود و شاه ضعیف، بی‌تجربه و تنها. اولین حرکت حساب شده روزولت فرستادن اشخاصی نزد شاه بود که احتمالاً می‌توانستند بر او تأثیر بگذارند. ابتدا خواهر دوقلوی شاه را انتخاب کرد که به اندازه کندذهنی شاه ستیزه‌جو و تیزهوش بود. او تحتیلی داد تا اشرف و برادرش دیدار کرده و سعی کند به او جسارت و جرأت بدهد. دعواهای اشرف و برادرش زبان زد بود. از جمله اینکه یک بار در حضور دیپلمات‌های خارجی از او خواست تا ثابت کند که یک مرد است. در غیر این صورت به همه ثابت خواهد شد که موش است. اشرف از مصدق نفرت داشت. چون او دشمن قدرت سلطنت بود. حملات او به دولت مصدق آنچنان شدت یافت که شاه احساس کرد بهتر است اشرف را به خارج از کشور بفرستد. او از تبعیدگاه طلاییش با همان حرارت ناظر اتفاقات کشور بود. اشرف مشغول خوشگذرانی در قمارخانه‌ها و کابره‌های فرانسه بود که یکی از مأمورین ایرانی روزولت اسدالله رشیدیان او را دعوت به همکاری کرد. اما اشرف تمایلی نشان نداد. لذا روز بعد هیئتی از مأموران انگلیسی و آمریکایی دعوتشان را با لحن شدیدتری مطرح کردند. رئیس هیئت یک جاسوس ارشد انگلیسی به نام نورمن دربی شایر مالاندیشی کرد و یک کت خز و پالکتی پر از پول نقد به همراه آورد. وقتی اشرف این دست موتها را دید به گفته دربی شایر چشمانش به عرق زد و مقاومتش در هم شکست. او پیشنهاد همکاری را پذیرفت و به تهران پرواز کرد. اشرف که در این سفر از نام خانوادگی شوهرش شفیق استفاده کرده بود با مشکلی مواجه نشد. ابتدا برادرش از پذیرفتن او امتناع کرد اما بعضی از اطرافیان او که با سیا در تماس بودند از وی خواستند این اندازه موشکافی نکند و نظرش را تغییر دهد. شاه هم انعطاف نشان داد. برادر و خواهر در غروب 29 جولای با هم دیدار کردند. ملاقات آنها تنش‌زا بود و اشرف نتوانست او را وادارد تا احکام سرنوشت‌ساز را امضا کند. بدتر از همه این که خبر حضورش در تهران درس کرد و موجب طوفانی از اعتراض شد. برای راحتی خیال همه به سرعت به اروپا بازگشت. روزولت در مرحله بعد میورمن شوارتزکوف را مد نظر قرار داد که قسمت اعظم دهه 1940 را در ایران سفری کرده بود و رهبری هنگ نظامی ویژه را بر عهده داشت و شاه نیز عمیقا نسبت به او احساس دین میکرد. سیاب شوارتزکوف مأموریت جعلی بازرسی در لبنان، پاکستان و مصر داد که دیدارش از ایران صرفا یک توقف جلوه کند.
شوارتکوف طبقه یک برابر با دو ساک بزرگ حاوی چند میلیون دلار پول نقد وارد تهران شد. ابتدا به ملاقات روزولت رفت و سپس با بازیگران اصلی ایرانی عملیات دیدار و مقدار زیادی پول بین آنها توزیع کرد. روز اول آگست نیز با شاه در کاخ سعدآباد ملاقات کرد. دیدار عجیبی بود. ابتدا شاه در حالی که با ایما و اشاره نشان میداد که به وجود میکروفونهای مخفی زمینه است، از گفتن حتی یک کلمه به مهمانش امتناع کرد. سپس او را به داخل سالن رقص بزرگی هدایت کرد. میزی را به وسط اتاق کشید و روی آن نشست و جنرال هم دعوت به نشستن کرد. در آن سالن شاه به نجوا گفت هنوز تصمیم نگرفته است فرم مورد نیاز روزولت را امضا کند، چرا که در اطاعت ارتش تردید دارد و نمیخواهد در این عمل مخاطره‌آمیز بازنده باشد. وقتی شوارتکوف به سخنان شاه گوش میداد احساس کرد که مقاومت شاه کم شده است. شاید یک مهمان دیگر کافی بود تا نتیجه مطلوب را فراهم کند، اما آن کس میباید شخص روزولت باشد. پیشنهاد خطرناکی بود. اگر روزولت در قصر دیده میشد ممکن بود خبر حضورش در ایران درس کند و کل عملیات را به خطر بیاندازد. شوارتکوف به روزولت گفت که جایگزین دیگری وجود ندارد. روزولت این پیشنهاد را پیشبینی میکرد، چنانکه بعدها نوشت: از ابتدا مطمئن بودم یک جلسه محرمانه لازم است، محرمانه و تنها. شاه و من میتوانستیم بسیاری از مسائل دشوار پیش روی من را حل کنیم، فقط باید رو در رو با هم ملاقات میکردیم. به احتمال زیاد میتوانستیم نه یک بار که چند بار با هم دیدار کنیم، لذا هر چه زودتر این کار را میکردیم بهتر بود. روزولت به منظور پیدا کردن راهی برای ملاقات با شاه، مأمور مورد اعتمادش اسدالله رشیدیان را در دوم آگست نزد شاه فرستاد. پیغام رشیدیان ساده بود: انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها کودتایی را طراحی کردند و شاه چاره‌ای جز همکاری ندارد. شاه در موافقت فقط سری تکان داد. فقط روزولت می‌تواند کار را تمام کند. او از یکی از جاسوسان دربار که به نام رمزی روزن کرانس شناخته می‌شد خواست تا با شاه نزدیک شود و بگوید یک آمریکایی تامل اختیار از طرف آیزنهاور و چرچیل تقاضای شرفیابی محرمانه دارد. در ظرف چند ساعت تماس گرفته شد و شاه آن را پذیرفت و قرار شد نیمه شب اتومبیلی به ویلای روزولت بفرستد. روزولت بعد از اینکه پیغام را دریافت کرد با خود اندیشید: دو ساعت انتظار. در فکر آن بودم که چه بپوشم. لباسهایم میبایست مناسب این اوضاع و احوال عجیب باشد، حتی اگر برای شرفیابی شاهانه مناسب نباشد. لذا یک ژاکت یقه برگردان تیره، شلوار خاکستری گلوگشاد و یک جفت گیبه، نوعی پای افزار ایرانی و چیزی بین کفش و دمپایی پوشیدم. لباسهایم کاملا شیک نبود، اما به نحو مناسبی ساده و بی‌پیرایه بود. روزولت یک بار 6 سال پیش به هنگام تحقیق برای تهیه کتابی به نام اعراب نفت و تاریخ با شاه مصاحبه و هنگام دیدار بعدی از ایران با او ملاقات کرده بود، با چند تن از همکارانش منتظر فرارسیدن ساعت ملاقات بود. فکر کرد بهتر از چیزی ننوشد، اما همکاران او به این اندازه دلخوره نداشتند. وقتی که بالاخره نیمه شب فرارسید، او از در جلوی ویلا وارد خیابان شد. اتومبیلی منتظر او بود. به سمت اتومبیل رفت و در صندلی عقب آن نشست. آن ساعت از شب که اتومبیل حامل روزولت به طرف کاخ شاه میرفت، در خیابانها پرنده پر نمیزد. کاخ در مکان مرتفعی واقع شده و هنگامی که اتومبیل سربالایی را طی میکرد، روزولت به این نتیجه رسید که بهتر از خود را پنهان کند. ظاهرا میزبانش هم همین نظر را داشت. پتویی تا شده روی صندلی اتومبیل بود. روزولت کف اتومبیل دراز کشید و پتو را روی خود انداخت. در قسمت نگهبانی دروازه کاخ مشکلی پیش نیامد. بازرسی سرسری بود. سپس اتومبیل چند لحظه دیگر به راه خود ادامه داد و پس از آن نزدیک پلکان سنگی بین کاخ توقف کرد. روزولت پتو را از روی خود کنار زد و نشست. شخص لاغر اندامی از پله‌ها پایین آمد و به سمت او روی صندلی خزید. راننده از روی احتیاط به درون تاریکی راند. روزولت به شاه گفت که از طرف سرویس‌های مخفی انگلیس و آمریکا به ایران آمده است و شاه می‌تواند تایید این امر را فردا شب از رادیوی بی بی سی بشنود. چرچیل ترتیبی داده بود که در برنامه شبانگاهی رادیو بی بی سی به جای اینکه مثل هر شب اعلام شود الان نیمه شب است، گفته شود الان دقیقاً نیمه شب است. شاه در پاسخ گفت که این همه تضمین لازم نیست. دو مرد یکدیگر را درک می‌کردند. شاه اما هنوز در پیوستن به توسعه تردید داشت. به روزولت گفت که ماجراجویی نیست و نمیتواند روی احتمالات حساب کند. لحن روزولت تندتر شد. به شاه گفت باقی ماندن مصدق در قدرت ایران را فقط به سوی کمونیسم یا یک کره دوم میبرد که رهبران غربی آمادگی پذیرش آن را نداشتند و برای اجتناب از این امر نقشه سرنگونی مصدق و در نتیجه افزایش قدرت شاه را طراحی کرده بودند. شاه باید ظرف همین چند روز نقشه را قبول کند. در غیر این صورت روزولت کشور را ترک و نقشه دیگری خواهد کشید. شاه جواب صحیحی نداد و پیشنهاد کرد که فردا شب هم با یکدیگر ملاقات کنند. سپس در اتومبیل را باز کرد و قبل از اینکه پیاده شود به سوی روزولت چرخید و گفت: خوشبختم که دوباره ورود شما را به کشورم
خوش آمد بگویم.